خانوم ها، آقایون ما، سلام. وقتتون بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه های خط قرمز از شبکه تلویزیون جهانی امید در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم که باز هم این برنامه و این شبکه خودتون انتخاب کردید. امیدوارم که در چند برنامه گذشته که بحث داغ دلالی فوتبال و فساد در فوتبال رو پیگیری میکردیم از برنامه اون رضایت داشته باشید. در آغاز برنامه جا داره تشکر کنم از عزیزانی که در صفحه اینستاگرام من اظهار لطف داشتن، تشویق کردن و حتی بودن عزیزانی که به هر حال فکر میکنم که تهدیدها و صحبتهایی کردن که در شأن خودشون و اطرافیانشون بود. البته اصولا اینجوریه وقتی که به قول معروف نورافکن میخوره روی یه جایی که فساد هست، اونایی که اسمشون میاد، اونایی که به قول معروف فسادشون داره افشا میشه، الحمدلله اراضی و ایادی و همه چیز هم دوروبرشون زیاده. یه سری صحبت هایی مطرح میکنن که عرض کردم در شأن خودشون و اطرافیانشون و خانوادهشون هستن. به هر حال صفحه اینستاگرام من ساج امیدی هست. بازم استقبال میکنم از همه عزیزان. هر صحبتی دارید، پیشنهاد، انتقاد، حتی ویدیوهایی که دارید برام حتما بفرستید، حتما تو برنامه کار میشه. امروز روز خیلی خوبیه برای فوتبال ما. تولد آقا مهدی مهدوی‌کیا، موشک آسیا، بازیکن اخلاق مدار فوتبال کشورمون که خارج از دنیای فوتبال اخلاق نیکش و مرام پهلوانیش تو یاد خاطره فوتبالی ها مونده و باز هم همون جمله معروف از اون آدم های امضاداری که امضاش در تاریخ فوتبال و ورزش کشور و آسیا جا خوش کرده. میریم یه ویدیو به افتخارهای مهدوی‌کیا میبینیم و برمیگردیم. تجلیل با شکوه مردم از آقا مهدی مهدوی‌کیا تا هفته ها بعد از خداحافظی ایشون هر هفته 50-60 هزار نفر تو استادیوم و اسم ایشون رو فریاد می زدن و عرض کردم تجلیلی که از آقای مهدوی‌کیا کردن، مردم ما دست به تجلیلشون خیلی خوبه، برعکس مسئولینمون. خیلی ها تو فوتبال ما زحمت کشتن و همیشه مسئولین ما بهش بدهکار بودن. اون دورانی هم که آقای مهدوی‌کیا سالهای پایان فوتبالش بود، سالهای باشکوهی داشت و واقعا در اوج خدافزی کرد. بماند که باز هم مدیران غیر فوتبالی وقتی که اومدن در فوتبال اتفاقایی رقم زدن، شاید با چشمای اشکبار از فوتبال خدافزی کردن. همینجا
باز هم تبریک میگم خدمت های مهتوی کیا، طرفدارانشون و خانواده محترمشون. امیدوارم که آقای مهتوی کیا سرتون بالا سر فوتبال باشه، یه روزی ببینیم که کت و شلوار سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون رو در تن کردید، الانم که در آکادمی کیا دارید زحمت میکشید و یه کارهای ماندگاری برای فوتبال پایه ایران دارید انجام میدید. به هر حال دمتون گرم، خدا قوت. بریم در مورد بحث برنامه امروزمون، بحث فساد و دلالی در فوتبال. دو تا برنامه در مورد این موضوعات صحبت کردیم. برنامه اولمون که آقای ناصر فریاد شیران بازرس کانون مربیان ایران روی خط برنامه اومدن، نکات ویژه و خوبی ها اشاره کردن. برنامه قبلی اونم که آقای موسوی زنوز از پیشکسوتان عرصه رسانه، ایشون هم اومدن که حالا به هر حال ایشون به علت اینکه سابقه همکاری با باشگاه استقلال تهران و این اواخر تراکتور سازی هم داشتن، یه سری نکات هم ایشون به قول معروف افشاگری کردن. امروز اون بحث رو ادامه میدیم. البته باز هم برای چندمین بار اشاره میکنم که این سلسله برنامه ها فقط برای اطلاع رسانیه، وگرنه باز هم تاکید میکنم ورزش یکی از پاکترین نهادهایی هستش که در ایران داره فعالیت میکنه و در ورزش با ایمان و اعتقاد این موضوع رو میگم، فوتبال جزء پاکترین ورزش هاست. اگر اون آکواریومی که برای فوتبال در نظر گرفتیم و همه جای دنیا به هر حال فوتبال میبینیم که ویژه بهش نگاه میشه، تو ورزش‌های دیگه به نگاه بکنیم خیلی اتفاقات عجیب غریب‌تر رقم میخوره. همین چند روز پیش دیدیم که آقای معروف کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمون، کاپیتان محبوب والیبال کشورمون، باز هم آتش فشانشون فوران کرد و عده‌ای از کارشناسا و رسانه‌های زحمتکش والیبال کشورمون رو مورد عتاب قرار دادن. من فقط میخوام که به این نکته توجه بکنید که اگر خدای نکره یکی از فوتبالی ها همچین کاری میکردن، قطعا نمیخوام اصلا گروکشی باشه و حرفی راجع به رشته‌های دیگه باشه، ولی میبینیم که فوتبالی ها همچین اتفاقی داخلشون نمیفته و ورزش‌های دیگه بعضا میبینیم یه نفر که حالا توی المپیک نتونسته وزنه بزنه میاد یقه فوتبال رو میگیره. چرا فوتبال زیاد پول میگیره یا والیبال یا هر رشته دیگه، هر رشته خود دیگه برای خودشون دارن زحمت میکشن، ورزشکاراشون زحمت کش هستن. من اصولا اینجا در کلاس مربیگری برای بازیکنان و بعضا والدینشون میگم از اونجایی که میخواید قدرت فوتبال رو متوجه بشید، چند تا از سیاستمدارای مشهور دنیاست، چند تا از بازیگرا، چند تا از رشته های مختلف ورزشی و سیاسی رو سواری هواپیما کنیم، 3-4 تا از ستاره های فوتبال هم سوار هواپیما بشه، به 5-6 نقطه دنیا سر بزنن، مثلا مسی و رونالدو چند تا ستاره باشن و حالا بسکتبال، والیبال، همه رشته، ببینید اقبال و توجه مردم به کدوم شخص هست، هم به فوتبال. بس فوتبال ورزش نیست، تبدیل به یه جورایی تبدیل به زندگی خیلی از آدم ها شده. حتی کسایی که از فوتبال بعدشون میاد دارن راجبش صحبت میکنن. من فکر میکنم اون بد اومدنه بیشتر از رو حسادته، بیشتر از اینکه مطرح بشن، برای اینکه حتی بازیگرا هم خیلی تو فیلماشون اگر مطرح نشن سری میان راجع به فوتبال نظر میدن و باز هم به این نکته میرسیم که همشون هم میگن فوتبال خیلی بده. خب اگه خیلی بده چرا راجعش نظر میدن؟ سیاسیون نظر میدن، بازیگرا نظر میدن، رشته های دیگه نظر میدن، همه میگن فوتبال خیلی بده. خب لطف کنید فوتبال بد رو بذارید برای فوتبالی ها بمونه، شما به رشته های خوب خودتون برسید، تو هر رشته ای که هستید و تخصصه راجع به اون نظر بدید. میریم یه ویدیو داغ میبینیم راجع به اتفاقات عجیب غریبی که در هفته گذشته در فوتبال کشورمون افتاد. این داداشو کوچیکترمونو بیاریم اینجا و انشالله قرارداد ببنده و بعد ببینیم چی کار میکنه، یه جایی برسه. خیلی وقت ما قرارداد لباس هم میپوشی، کفش هم میخری، همه چی میخری، میری دنبالش. اون هدف دست تو، اصل کار دست تو، داداشت، پدرت، مادرت، من، ایشون، دوست، دوست، هیچ کاری برای شما، فقط میتونن شما این کاری که باید ورود کنی رو انجام بدن، بقیه هیچ کار دیگه تضمینش پای خودته.
یعنی واقعا تو میتونی این لاشت بند خدا رو برده بیار برای تو هزینه کنه، اگر نمیتونی نکن. فقط تو تلفن اصلا حرف نزن. تلفن؟ نه همون زیاد ادامهش ندادم، گفتی اینجوری دیگه زیاد ادامهش ندادم. از این ساعت بنام من میام پیشه، یعنی کار من چیز شده داره من باشه. باش کار هر چی سیکرت باشه تیلی بیارتر درست خودت هم بیارتر درست. حالا داریم برای کسی دیگه کار میدین آبون برای چست پول آبود بره برای دیگه صد درست. امروز 18/4/98 درسته؟ 18 چیه؟ فردا یه قرار دارم اونجا باید برم سمت اصفهان، این تونتون میرم سفر دیم به قرآن. برای باشگاه بیرم قرار دادیم. سلامت بشه. بعد ایشالله ببنده قرار داده میتونه تا همون تیم قشقایی مشغول بشه دیگه، میره سر تمرین ها. از که میتونه تمام وسائل هایی که تیم داره بهش میدیم. بله قرار دادش سب میکنیم، کارت برش ساده میکنیم، جزء سهمیه اون میدا. درسته. تو بزرگ ها اون تمرین های بزرگ ها میان. خب میدونیم یا بازی کنی که 300 میلیون پول میگیره با اینی که تازه میخواد ورود کنه، این باید پله پله خودش خودش بکشه. درست. پله پله باید خوش بکشه. ما اون فضا رو برایشون فرهم میکنیم، میره تو کنار تیم بزرگا حاجی گردی، چون امیده. بله رسیم انجام بدیم؟ آره بس خانمت شو بکش که اینکه ما بگیم. گرامه آره دیگه دو کارت بکشیم؟ آره کارتو که میکشیم. بله کارت میکشیم. خواهش خواهش میکنم. کارت رو بودم برم بیرون. نه یه بردم بذار برم تو ماشین بیارم. نه توی اون یکی فکر کنم مدارکم گذاشتم. خواهد ماشین در رو بیارش. شاید برم. اگه کامل نمیگیره ببر پایین بگیر. خوب پیشه. میخواد عکس میتونیم بگیریم قبلش تو برای کنم. این حرف من ایشون اومد به من گفت که اینا قرار شده 150 میلیون کمک کنم. من گفتم نه، ایشون گفتم نه، گفتم زیاده دیگه. گفتم شما 70 میلیون از اینا ببخش جوون هستی، 80 میلیون در مورد بالاخره همین. خب دیدیم و شنیدیم ویدیوی نمیدونم آدم باید تعجب بکنه یا غم زده بشه. به هر حال اینا یه سری از واقعیت های فوتبال. البته این ویدیو در فضای مجازی ورزش کشورمون و در رسانه های نوشتاری بازتاب داشت در 48 ساعت گذشته. امروز هم یه تکسیبی باشگاه قشقایی شیراز دادن که اصلا این ویدیو اخاذی بوده و فیلم بوده و یه همچی چیزایی. حالا امیدوارم که دقیقا همین موضوعات باشه، ولی من فکر میکنم که فوتبال شیراز و ایل بزرگ قشقایی بسیار شریفتر و بزرگتر و به قول معروف اصلا کلامی ندارم راجع به این موضوعاتی بگم. اینا اصلا در شأن فوتبال شیراز، در عرض کردم در شأن اسم بزرگ قشقایی نیست. ما همینجا هم هموطنان شیرازی خیلی زیاد داریم تو همین امریکا که خیلی هاشون موفقن و ایل بزرگ قشقایی در تاریخ کشورمون کارهای بزرگی انجام دادن. حالا این تیمی که اسم این ایل بزرگ روشه و حتی جز تیمای خیلی پرطرفدار ایران است، فکر می‌کنم 4/5 تیم پرطرفدار هستش که حتی سابقه پیروزی در جام حذفی مقابل پرسپولیس تهران هم داشته و این اتفاقایی که میفته واقعا عجیب غریبه. امیدوارم که همینجور که دوستان در باشگاه قشقایی تکذیب کردن و گفتن اخاذی، مدارک هم ارائه بدن به کمیته اخلاق که نشون بده همش تکذیب شدنش واقعیت داشته و اینکه
البته بخشندگیشون خیلی جالب بود که یهو از 150 میلیون 70 میلیونش رو بخشیدن و با 80 میلیون داشتن کارو انجام میدن. حالا نمیدونم اخاذی که اینکه دستگاه کارت خون داشتن و اینجور اتفاقات چطوری بود. حالا امیدوارم که کمیته اخلاق بعد از که ورود کرد دوباره حالا عزیزان استانی و نماینده ها وارد نشن که حالا بر زد و بندهای سیاسی اتفاق بیفته، اینم دوباره به قول فوتبالی ها ماسمالی بشه بره. به هر حال یه جا باید جلوش گرفته بشه. حالا این مجموعه قشقایی نوار بودن اشخاصی که در این باشگاه فعالیت داشتن که سالهای قبل توش باشگاه دیگه هم بودن، البته ناگفته نماند سرمربی تیم قشقای شیراز های عارضا عنایتی آقای گل سابق فوتبال کشورمون، قطعا ایشون از این جور موارد بی اطلاع هم، قطعا من ایمان دارم به این موضوع. فقط امیدوارم بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن برخورد بکنن. اگر قرار حقی به بازیکن داده بشه، حق بر حسب توانایی فنیش باشه، نه توانایی هایی که به هر حال موجودی کارت خون باباش باشه. به هر حال این هم جز اتفاقات تلخیه که داره میفته در فوتبال کشورمون. در فوتبال شیراز از سالهای گذشته، سالهای دور، همیشه آدمهای بزرگی فعالیت میکردن. به قول خود شیرازی شاه غلام پیروانی، آقای کلانتری، خیلی ها بودن تو شیراز فعالیت میکردن. البته ما چند سال پیش هم فکر میکنم تو تیم برق نوین بود همچین اتفاقای افتاد. اصلا تعجب آدم میکنه که فوتبال شیراز، مردم فارس انقدر خونگرم، مهمان نواز و پاک هستن. این اتفاقا گاهن اصلا برای شأن و شخصیت مردم فارس و خصوصا شهر شیراز قابل باور و قابل درک نیست. به هر حال امروز افتخار اینو داریم مهمان برنامه‌مون آقای کلانتری، یکی از مربیان به نام فوتبال کشورمون و فوتبال شیراز، که خیلی از بازیکن‌ها رو معرفی کرد به فوتبال کشورمون در سال‌هایی هم که در فجر سپاسی، چه در لیگ برتر، چه در لیگ آزادگان فعالیت می‌کرد، همیشه جزء مدعیا بود با چند تا بازیکن گمنام که بعضن حتی سرباز بودن، شاید قرارداداشون خیلی کم بود. به قول شاه غلام فرهانی، اون جمله معروفشون که میگفت ما با سلسل میریم به جنگ تانک و اینا، واقعا آقای کلانتری هم دقیقا همونجوری با مسلسل با چند تا بازیکن گمنام همیشه با فوتبال پاک، اخلاق مدار و فنی یقه خیلی از تیمای بزرگ بود گرفتن، که آخرین سال هم در فعالیتی که در تیم فجر سپاسی داشتن تا لحظه آخر کاندید صعود بودن، که حالا لحظه آخر، اصولا هفته آخر لیگ یک، اونایی که اطلاعاتشون بیشتره میدونن یه مقدار شرایط سخت میشه و تیمایی که شرایط مالی بهتری دارن موفق‌تر میشن. به هر حال آقای کلانتری سلام و عرض ادب، ممنونم ازتون که وقتتون رو برای برنامه خودتون، برنامه خط قرمز گذاشتین. خواهش میکنم. به نام خدا، منم خدمت شما امید عزیز و همه همکارانتون همچنین بینندگان عزیز سلام عرض کنم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای کلانتری، متاسفانه عرض کردم با شرمندگی ویدیوی در فضای مجازی پخش شده و در رسانه ها هم دیگه انعکاس داده شده در مورد اتفاقاتی که در تیم قشقایی شیراز داره میفته. اصلا شیراز چطوری شده که با اون همه استعداد ناب، با اون همه مربیای اخلاق مدار مثل شما، مثل شاه غلام پروانی و خیلی های دیگه، و من یادمه که بزرگ مرد فوتبال کشورمون اصغر آقای شرفی هم سالها در برق شیراز فعالیت میکرد و خیلی از بزرگان دیگه، چطور شده کار به اینجا رسیده که شاید، حالا من زیاد اعتقاد به بحث بومی و غیر بومی ندارم، ولی به هر حال وقتی که شیراز خودش استان فارس، انقدر مربی بومی، مدیر بومی که داره دلسوز و خاک خورده همون ورزش هست، مدیران از خارج استان میان و انتخابایی میکنن که اصلا شرمندگیش فقط برای استان و ورزش استان میمونه. اصلا چه خبره تو فوتبال فارس و شیراز؟ من خدمت رو عرض کنم که این اتفاقاتی که تو فوتبال داره میافته و ما داریم میبینیم، ما خودم شرمنده ایم به عنوان یکی کسی که تمام زندگیش و عمرش رو توی فوتبال گذاشته. نه که حالا وقتی که اسم شیراز داره میاد بیشتر ما ناراحت میشیم و پیگیر هستیم که اتفاقات نیفته. حالا ما کلن برای کشورمون، کشور عزیزمون که مردی همه استعداد فوتبالی هست، من تو جهان چند بار این صحبت کردم که ایران از در استعداد جز برترین ها هست تو جهان و شیراز هم جز یکی دوتا
استانی هست که استان اول از نظر استعدادهای فوتبالی، همونجوری که فرمودین توی شیراز از نظر جایگاه مدیریت، مربیگری و بازیکن واقعا هوادار از استعدادهای خیلی بالایی برخوردار بودیم. ما چندین ساله الان شما 10 15 سال 20 سال برگردیم عقب ببینیم ما چند تا ملی پوش دادیم به تیم ملیمون و همه هم از راه درست سالم و یه راهی که با پله پله اومدن بالا و رسیدن به این درجه‌ای که حالا خیلی ها داشتیم و بالا بزرگترین نفرامون هم از در بازیگری و مربیگری آقلان پیروانی بودن که ایشون صداقتشون باعث این همه موفقیتشون شده، ولی حالا یه عده راه کج دارن انتخاب میکنن مایه تأسفه. و خدمتتون رو عرض کنم یه چیزی در مورد تیم قشقایی، من خدمتتون عرض کنم تیم قشقایی تیم بزرگ ترک‌زبان ها که ما خیلی دوستشون داریم و ارتباط خیلی خوبی داریم باهاشون، اینا از رده های خیلی پایین تا الان به لیگ یک رسیدن. آقای امیدی عزیز، اینا واقعا زحمت کشیدن با نیروهای بومی خودشون که رده ها رو طی کردن تا اومدن رسیدن به لیگ دو، حالا بعدم لیگ دو که اومدن از لیگ یک حالا سهمیه داشتن و مسائل این چنینی ما دو تیم تیم ندیدیم چون نیروهای خیلی بالای خودشون داشتن، چه از نظر مدیریتی و چه از نظر مربیگری. خب از ترک‌زبانان و اهل شیراز هستن که این اتفاقات تو تیمشون هیچ وقت نبوده و الان خدا کنه که این شکل و شمایلی که فرمودن و اون اطلاعیه که دادن، این قائم مقامی که الان ایشون مدیر عامل روی این تیم گذاشتن و این اتفاق افتاده، خدا کنه که اینا اصلا صحت نداشته باشه. و حتی شوخی ما جرئت نمی کنیم، یه شوخی اینجوری هم خدا نکرده یه جای انجام بدیم توی همه سالای زندگیمون، یه شوخی های اینجوری و یعنی نمیدونم بازی دادن اینجوری که بعد به این شکل فیلم بشه و حالا ثابت کردنش هم خب خیلی سخته که ببینیم که چه اتفاق افتاده. ولی خب فساد همینجور که فوتبال جزی از زندگی است و فوتبال ما یه تجارت شده دیگه کل دنیا، بعضی تجارت شاید تو ایران به خاطر عدم مدیریت ما درست استفاده نمی کنیم، ولی تو کل دنیا دارن یه پولساز شده و استفاده میکنن ازش. متاسفانه هر جا پول و شهرت هست با هم دیگه جمع بشه فساد هم کنار این هست، مثل تمام زوایایی که توی کشور وجود داره و هر قسمت شاید یه فسادی هم داخلش باشه. متاسفانه این اتفاقاتی که دارن میگن، حالا من کار باشگاه قشقایی ندارم، خیلی ما میشنویم که اتفاقاتی میفته به این شکل، بازیکنایی میان تو رده‌های پایین‌تر و با دادن پول، نه که با استعدادی که خودشون داشته باشن، با دادن پول میان که وارد یه شرایطی میشن که حالا یا اسمشون رد کنن یا کارت براشون صادر کنن و بیان کنار یه تیم قرار بگیرن. متاسفانه چیز خیلی که ناراحت کننده است که من اصلا ذهنم مدتی مشغول کرده اینه که این شکل شمایل فساده یواش یواش داره قفش ریخته میشه. دقیقا، یعنی دیگه یه جوری داره اتفاق میفته که میگن که خب اگر کسی میخواد بیاد توی تیمی باید خب هزینهشو بده. یعنی آقای پیروانی، آقای علی پروین، آقای یزدانی، آقای ستار زاره، نمیدونم آقای فلونزاده، این هزینه ها رو دادن که این با این درجه رسیدن، به این شکل شمایل رسیدن، بالاترین درجات فوتبال ایران رو طی کردن. واقعا این شکلی نیست، ولی فساد هست. نمیشه ما بگیم نیست، چشممون رو ببندیم یا یکی رو تذکر بدیم برگردیم. خدمتتون عرض کنم که اگه یادتون باشه تو دهه سال 90، فصل 92 93 بود، یک تیم شهرستانی وارد مسابقه توانی شد، تیمش همون سال اومد لیگ برتر، درسته یادتون هست؟ بله. همون سال اون تیم اومد لیگ برتر، بعد از یکی دو ماه پیگیری کردن، خدا پدر آقای علیپور و همه همکارانشون دوستانشون بیامرزه که واقعا پای کار بودن
و پیگیر کردن و متوجه شدن که بله تبانی انجام شده. آیا امید عزیز، یکی از مربیایی که تو اون تبانی اون فرد و اون گروه متزلزل شد، من خود من بودم. با یه بازی یادم. با اون تیم داشتیم بازی، یک یک مساوی بود، دقیقه 75-80 بود، یه توپ پشت مدافع ما رفت، مدافع ما اومد به جای که دفع کنی یه پاس عقب داد، داد به فوروارد ما زدن تو گل، که به خاطر همون بازی و اختلافات که به وجود اومد و ما فهمیدیم که دنیا دست که، یه صحبت هایی کردیم، من از اون تیم هم اخراج شدم. خیلی قشنگ بود، من اخراج شدم که چرا حرف زدی. من گفتم این مشکل بوده، گفتم این حتما تبانی بوده، شما پیگیری کنید، برید چند تا مدیر عامل بشید همگی برید و پیگیری کنید تا ببینید که آخرش به کجا میرسه. آخرش هم رسیدن به اینا که یه اتفاق افتاد، اون بازیکن 6 ماه محروم شد، لیستش و همه چیزاش هم هست و ما هم از فوتبال رفتیم کنار چون صحبت کرده بودیم، ما نباید صحبت میکردیم. متاسفانه بدترین شکلی که الان در اتفاق میفته، میگن که فدراسیون فوتبال زحمت کشیده 15 تا بازیکن جوانا و 15 تا بازیکن امید اضافه بر سازمان به تیما اجازه داده که اینا رو شما بیارید به تیمتون اضافه کنید. دقیقاً فسادایی که داره اتفاق میفته رو همین دو تا 15 تای امید و جوانا. چرا؟ که میگن خب از همین نام ما خرج تیمون رو در میاره و مشکلات اینجوری است که این فساده تنها به یک شکل میشه جلوش رو گرفت. و الو صداتون رو ایر هستش. الو من صداتون دارم آقای کرانتری. تنها به یک شکل فقط میتونیم جلوی فساد بگیریم، که از کوچکترین فساد نگذاریم. دقیقا از کوچکترین فساد نگذاریم. مربیایی که وارد میشن، مدیرایی که وارد میشن، دارن میرن با فساد مخارزه کنن، واردش نشن. ما میگیم 10% فاسدن، 90% آدمامون، مربیامون، مدیرامون، بازیکنامون خوبن، همون 10% رو ما میتونیم اجازه ندیم هم کار کنن. دقیقا. در تایید فرمایش شما یادم این که اون سالی که سال که فرمودید آقای دادکان آقای دکتر دادکان خدمات ماندگاری برای فوتبال ما انجام دادن، یکی از خدماتشون دعوت به همکاری آقای علیپور بود. آقای علیپور در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و اون ستاد منشور اخلاقی با توجه به حجم عجیب غریب ناجوانمردانه و فشارهای سیاسی و غیر سیاسی که آورده بودن خیلی زحمت کشید و همینجور که آقای کلانتری به درستی اشاره کردن، اون سال به قول معروف پاکار وایستادن و تا ته کار وایستادن و حتی با فشار نماینده‌های مجلس ها، حتی به وزارت خونه ها هم کشید، هر چقدر ایشون رو تحت فشار گذاشتن پا پس نذاشتن. همین جوری نکته جالبی که من با مهمونای قبلی برنامه مایی کردن تری بحث همین موضوع داشتیم، نکته جالبی این که در فوتبال همه چیز معلومه، هم آدم درستکار معلومه، هم آدم ناپاک معلومه، هم بازیکن، هم مدی، همه چیز معلومه. فقط من تعجبم از اینه که چطور میشه که اصولا کسانی که کار درست انجام نمیدن موفق‌تر میشن و به قول معروف دعوت به همکاری بیشتر دارن. حالا مربی، بازیکن، مربی که اصلا این قانونه دیگه، همه جای دنیا هست. مربی وقتی نتیجه نمیگیره میره خونه، این دیگه همیشه دیگه از مورینیو بزرگتر که نداریم، نتیجه نگرفته الان تیم نداره. ولی در فوتبال ایران برعکسه، مربی که حتی نتیجه نگیره اگر بداند کی و کجا چه بگوید و کی و کجا با کی ارتباط داشته باشد قطعا موفق میشه. حالا از راه های ماشاءالله مربی هم که راه های مختلف دارن، نمیدونم پسر یک رو از مدیران رو پیدا میکنن، اون یکی دیگر رو پیدا میکنن، یه سری اتفاق میفته. این دایره مربیان وقتی که همیشه یه سری آدم هایی هستن که به قول آقای فریادچیران منشوری هستن، حالا نه اون منشوری معروف، منظورم این که تو این اسمشون تو فوتبال معروف معلومه، ولی باز هم تیم دارن. حالا میرسیم به جایی که امثال آقای پیروانی، امثال همین آقای کلانتری و خیلی از پیشکسوتای قبلتر، خیلی هایی که واقعا اگر به حساب مدرک تحصیلی بذاریم باید پروفسور فوتبال اسمشون رو بذاریم در پاکی. ما در همین امریکا شما اسم خوبی اشاره کردید، آقای داریوش یزدانی اینجا داره زحمت میکشه، خیلی
خیلی خیلی دیگه الان اعتبار بزرگی پیدا کرده در فوتبال، در فوتبال امریکا شخصیت قابل احترامی هستش که از همون فوتبال شیراز، تیم برق شیراز به قول معروف معرفی شد به تیم ملی فوتبال کشورم و خاطرات زیادی مردم دارن. و نکته عجیب غریب تر اینه که آقای کرمتی، من تو رسانه البته اجازه میخوام که از خبرگزاری تسنیم یه مطلبی کار کرده بود که مالک باشگاه قشقایی گفته بود که این موضوع اخاذی بوده و اینکه در چند روز آینده پیگیری میکنن. همینجا خسته نباشید میگم به مالک تیم قشقایی، امیدوارم که همچین اتفاقی باشه. تریبون این برنامه با افتخار در خدمت تمام کسایی که در فوتبال زحمت میکشن. من بازم عنوان میکنم، پیج اینستاگرام من هست، ایمیلم هست ساج امیدی اینستاگرام من هست. دوستان اگر صحبتی دارن، اگر ویدیویی دارن، حتی توهینایی هم اگر قرار بشه اشکالی نداره، همینجوری که توی یه هفته گذشته انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها شد ادامه داشته باشه، اصلا اتفاقا اینا باعث این میشه آدم مطمئن میشه که راهی که داره میره درسته. به هر حال الان توی خبرگزاری امروز باشگاه خبرنگاران بودش که در مورد این کلاس مربیگری که در کلاس دانش افزایی که در استان فارس و اون کوکیلوبوی رحمت اتفاق افتاده، بعد گفتن که یه هزینه‌ای بدید، بعد این هزینه‌ها اگر رسانه‌ای بشه دیگه نمیذاریم تو فوتبال باشید، یه همچین چیزایی که حالا امضای دبیر هلماد اون به قول معروف نامه هم کار کردیم تو برنامه از رو خبرگزاری باشگاه خبرنگاران ورداشته بودیم اون نامه رو. جالبه به هر حال این کلاس، شما اطلاعی دارید راجع به این کلاس دانش افزایی که اگر پول ندی نمیای، اگر پول بدی کسی بفهمه دیگه تو فوتبال نیستی؟ این دانش افزایی و تهدید افزاییه. بله خدمت عرض کنم، یه مطلب کوچولو من در مورد صحبت‌های متین که فرمودید اضافه کنم. همون سالی که از اون نفر اول دو سال محروم شد، من هم اینا رو یه جوری کنار همدیگه بذارم که میگم چرا فساد از دوباره پیدا میشه، چرا منشوری ها باز اجازه دارن کار کنن. دقیقا دو سال نفر اول محروم شد، بعد از دو سال به نظرتون چه اتفاق افتاد؟ ایشون اولین تیم لیگ برتری رو بهش دادن، بعد از دو سال محرومیت گرفتن همه رفیقا. الان هم که نگاه کنین همون شکل شمایل تو لیگ ما دارن کار میکنن، مربی های سالم خیلی هاشون کنارن، چون این مربی های سالم آقای فرادچیان هست، آقای محمد مالکان هست، آقای پیروانی هستن، آقای نادر فرادچیان هست، خیلی از نفرات دیگه رفتن کنار. و چرا میرن کنار؟ چون به اون خواستایی که اون مدیر عامل و اون ایجنتی که با اون مدیر عامل داره کار میکنه اینا مت نیستن. به من خود من هم گفتن شما تیمره، گفتم نه، گفتن خب شما اگر نزدیک فلانش اجازه بدی یا مثلا اوکیو بدی، شما مثلا 6 سال باید تو لیگ برتر الان 6 سال پیش بودی. اینا نیستن به خاطر که الان باز وارد شدن، هنوز هم پشت پرده و روی پرده همه کارها رو دارن انجام میدن. ما خواهش میکنیم که خیلی محکمتر صفتر دنبالی کار باشن. مسئله کلاس های مربیگری، کلاس های دانش افزایی هر سال برگزار میشه. این دانش افزایی هر سال فدراسیون تو تهران میذاشت و یک روز هم بود، از صبح بود تا شب، و 4-5 تا از این اساتید اروپایی و ایرانی رو وارد میکردن، میمدن صحبت میکردن، هر کسی نیم ساعت 45 دقیقه. همه مربیای ایران میرفتن توی فضایی، توی فضا کمترین چیزی که براشون داشت تبادل نظر بود، دیگه همدیگر رو باز بعد از یک سال دیدن میدیدن. حالا در مورد همه مسائل فوتبال با همدیگه توی گروه 12 ساعت با همدیگه صحبت میکردن. و انظر هزینه هم تنها هزینه که ما شهرستانی ها میدادیم این بود که ما یه پرواز میمریم تهران رو برمیگشتیم و همه کنار هم بودن، هیچ هزینه ما نمیدادیم. خب ما متاسفانه که یه خود داد مربی های جوان ما، مخصوصا مربی های مدارس فوتبالمون رو داره بود، یه اتفاق بود که حالا مثل که چند استان هم یه اتفاق افتاده، یه باید یه هزینه 145,000 تومانی به هیئت فوتبال استان میدادیم، یه هزینه 255,000 تومانی رو باید میدادیم به فدراسیون فوتبال. یعنی ما 400,000 تومان مربی هایی که حالا مدرسه فوتبال بودن، مربی هایی که الان جای کار نمیکردن، باید میداریم. و اعلام هم شده بود که فدراسیون اعلام کرده بود این به عنوان دانش افزاری یک روزه، حالا 5-6 ساعته،
به عنوان این هست که شما اگر که اینجا اوکیتون نخوره یا حضورتون اینجا نخوره دیگه برش نمیتونید فوتبالو مربیگری کنید. و اصلا که ما دیدیم تو کلاس خیلی از مربی که الان شاغل هم اصلا تشریف نداشتن و حالا ببینیم که جلو اونها رو میگیره یا نه. بعدم آقای ماجدی گفتن که این 255,000 تومان برای 3 سالتون هست، یه بهتر 3 ساله آیدی کارتی داشتن که یه آیدی کارت افسی میشناستتون که روی آیدی کارت دیگه همه مشخصاتتون هست، اینجوری گفتن. خب واقعا مراسم فوتبال بچه های ما میگفتن، بعضی از مربی جوان میگفتن ما هر ساعتی 10 تومن 15,000 تومن تو مراسم فوتبال داریم کار میکنیم، واقعا این پوله برای من شرایطش نبود. یه اتفاق این شکلی بود. حالا کسی که نمیدونم اجازه مربیگری کنن نه کش فرمودید من ندیدم، ولی گفتن که حتما فدراسیون گفته که این شکلی هست، باید حتما کلاس رو طی کنید. به هر حال بحث خیلی زیاده. آقای ماجدی هم از ملی پوشان و مربیان تحصیل کرده فوتبال کشور اون هستش که خدمات خیلی زیادی رو الان در کمیته آموزش دارن. حالا امیدوارم که ایشون یه تدبیری بکنن، فشار حداقل به این مربیای جوان و به قول معروف بود ساعتی 10,000-15,000 تومان تو اون گرمای شیراز دارن زحمت میکشن خالصانه و عاشقانه کمک بکنن که این یه مقدار این فشار ازشون کمتر بشن. آقای کلانتری باعث افتخار بود هم صحبت شما شدیم، امیدوارم که روزی برسه که فوتبال کشورمون پاکتر از گذشته بشه و مربیان پاک دوباره در فوتبال فعالیت بکنن. به قول معروف کارنامه ها میزان مربیگری و درآمد و پیشنهادات و انتخابات به قول معروف براش مهم باشه، نه اینکه ارتباطات سیاسی و میگن با پسر فلان آقا و پسر فلان مدیر اتفاقاتی بیفته که در لیگ کسی نتیجه نگیره بره لیگ برتر، لیگ برتر هم نتیجه نگیره هنوز بمونه در لیگ برتر بدون کارنامه. ممنونم وقتی که در اختیار ما گذاشتید، امیدوارم که هوای فوتبال کشورمون به خصوص فوتبال شیراز، فوتبال فارس با مردم خونگرم و مهربانشون پاکتر از پاک باشه، فوتبالتون هم مثل مردم پاک باشه و خونگرم و مهمان نواز. امیدوارم که فوتبال شیراز رو دوباره نماینده داشته باشه، حتی 2 نماینده مثل سالهای گذشته در لیگ برتر کشورمون. میریم یه ویدیو میبینیم برمیگردیم. انشالله شما لطف کنید، انشالله که شما موفق باشید. خیلی معذرت میخوام، توهین و اینجور کارا نیست، تو شأن من نیست، تو شخصیت من نیست. من یه توصیه دوستانه با آقای عرب دارم، چون میدونم که آدم توهین کردن و آدمی نیستم که بی‌ادبی کنم نسبت به ایشون یا هر کسی دیگه. یه توصیه دوستانه بهشون دارم، آقای عرب کاری نکنید که مردم یاد بگیرن گرگ بشن، مردم یاد بگیرن نسبت به هم بدی کنن. و کسی که اینقدر صاف و ساده و صادقانه میاد با شما صحبت میکنه، شما هم صادقانه باهاش برخورد کنید. این خلف وعده ها، این جور اتفاقات، ببینید مردم فکر میکنن که خب شاعر مسلم به قولی ببخشید عامیانه زبون نداره، خیلی آروم میره صحبت میکنه و به جایی نمیرسه، پس ما باید گرگ باشیم از این به بعد که بتونیم به حقمون برسیم. آقای عرب تو رو جون هر کی دوست داری، مردم رو به گرگ بودن دعوت نکن. یا علی من نمیدونم. خب دیدیم و شنیدیم صحبت های آقای کلانتری رو راجع به اتفاقاتی که در فوتبال شیراز و فارس افتاده. باز هم همینجا اولا عذرخواهی میکنم از مردم شریف فارس و شیراز، بعد از ایل بزرگ قشقایی. امیدوارم که تمام این اخباری که حول و حوش فساد و پولهای کثیف در فوتبال کشورمون به خصوص استان شریف فارس مخابره میشه، همش بحث همین چیزی که آقای مالک قشقایی فرمودن اخاذی بوده باشه و همش سناریو نویسی بوده باشه. امیدوارم که هرچه زودتر نماینده های شیراز رو در لیگ برتر فوتبال کشورمون ببینیم. بعد از صحبت های کلانتری یه ویدیو کوچیکی از مصاحبه آقای شاهان مصلح دیروز بعد از اینکه از باشگاه پرسپولیس تشریف آوردن بیرون کار کردیم. طبق پیشنهادی که شما عزیزان دادید که چرا اصلا راجع به پرسپولیس استقلال صحبت نمی‌کنیم، چرا اتفاقا قرارمون بود که صحبت کنیم، حالا اینکه شما عزیزان دستور دادید، خب بلتب به دیده منت روز جمعه ویژه برنامه پرسپولیس و استقلال هست، فکر می‌کنم 2-3 تا برنامه راجع به اتفاقات نقل و انتقالات و
مسائلی که در باشگاه پرسپولیس و استقلال اتفاق میفته صحبت کنیم. قصد منم از پخش این ویدیو این بود که آقای شایان و مصلح از بازیکنان اخلاق مدار فوتبال کشورمون هست که همه میدونن که به هر حال شرایط خانوادگی ایشون و آقایون مدیران باشگاه پرسپولیس. فکر میکنم که ویدیو اولی که از آقا مهدی مهدوی کیا پخش شد پیام خوبی برای شما بود. یادتون باشه شما با یه امضا به قول آقا خداداد عزیزی انتصابی با یه امضا اومدید، فردا صبح معلوم نیست باشید. شما اصلا ریشه ای در فوتبال ندارید، آدم های اضافی هستید که در فوتبال اومدید و اینکه به هر حال قراره که برید زودتر. خواهش میکنم این فضایی که درست کردید، فضای امنیتی که برای خبرنگارا درست کردید، بعضن که از باشگاه اخبار که شما دوست ندارید پخش بشه رو دارن پخش میکنن، دوچار مشکل میشن، این فضا رو جمع بکنید. ما هر روز جمعه راجع به اتفاقات باشگاه پرسپولیس استقلال صحبت خواهیم کرد و استقبال میکنیم که اگر موضوع خاصی هستش عزیزان خبرنگار، بازیکن و حتی تماشاگران به اطلاع ما برسونن. بازم ممنونم، تشکر میکنم از اینکه برنامه خودتون خط قرمز رو انتخاب کردید. منتظر پیشنهادات و انتقاداتتون هستم. به امید خدا جمعه دوباره بحث فساد در فوتبال بلخص در بررسی اتفاقات باشگاه پرسپولیس استقلال خواهیم داشت. تشکر میکنم، امیدوارم که این یکی دو روزه روزهای خوبی داشته باشید. در ایران آخر هفته هست. تا برنامه دیگه، خداحافظتون باشه.